اعلام فیصله نهایی کمیسیون مستقل انتخابات برای اخراج 9 عضو برحال بوریسی جرگه، واکنش بوریسی جرگه و کاندیدان معترض در مورد اعلام نتایج نهایی کمیسیون انتخابات، اظهارات سخنگوی امنیت ملی از تلاش‌های مخالفان مسلح برای برهم زدن مراسم جشن استقلال، نگرانی باشندگان ولایت خوست از افزایش بیماری کولرا در این ولایت، حملات مخالفان مسلح لیبیا بر طرابلس پایتخت این کشور، انفجار 2 حمله انتحاری در یمن و کشته شدن بیش از 10 تن در نتیجه سقوط یک هواپیما در کانادا. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. بعد تازه ترین رویدادهای خبری این ساعت از افغان نیوز خوش آمدید. امروز یک شنبه 31 اسد سال 1390 هجری خورشیدی است که برابر است با 21 اگست سال 2011 میلادی. منصور احمد مرزی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. کمیسیون مستقل انتخابات در فیصله نهایی خود 9 تن از نمایندگان جدید را از 8 ولایت کشور به بوریسی جرگه معرفی نموده و 9 تن از اعضای برحال بوریسی جرگه را حذف کرد. فضل احمد معنوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات میگوید با آنکه فشارها از سوی برخی حلقات و نهادهای دولتی بالای این کمیسیون وجود داشته، اما هیچ نوع تأثیر در تصامیم آنان نداشته است. با این حال آقای معنوی تاکید میکند پس از این هیچ نهاد حق ندارد که در نتایج نهایی کمیسیون تغییرات بیاورد. با آنکه 8 ماه از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات بوریسی جرگه سوی کمیسیون مستقل انتخابات میگذرد، ولی این نتایج مورد پذیرش شماری از نمایندگان قرار نگرفت و این بود که تنش‌ها میان حکومت بوریسی جرگه و لوی سارنولی به وجود آمد و حکومت تصمیم گرفت تا محکمه ویژه را تشکیل دهد و این محکمه بر اساس بررسی‌های 62 تن از کاندیدان را پیروز اعلان کرد که با واکنش جدی بوریسی جرگه مواجه شد. با ادامه تنش میان این نهادها، ریاست جمهوری پرونده معضل انتخاباتی را برای فیصله نهایی به کمیسیون مستقل انتخابات واگذار کرد و سرانجام این کمیسیون 9 تن از اعضای بوریسی جرگه را حذف نموده و 9 تن دیگر را جایگزین آنان ساخت. سرانجام از لابلای آنچه در بررسی کمیسیون مستقل انتخابات به دست آمد، 9 تن از اشخاصی که در لیست ابتدایی کمیسیون مستقل انتخابات برنده اعلان شده بودند اما بنا به دلایل در لیست نهایی حذف شدند. فهرست نمایندگان حذف شده و برنده اعلام شده از سوی کمیسیون قرار زایل است. پکتیا حاجی عبدالقدیر نماینده حذف شده، محمود خان سلیمان خیل نماینده برنده، بدخشان عبدالولی نیازی نماینده حذف شده، سارنوال عبدالرؤوف نماینده برنده، بغلان محمد ظاهر غنیزاده نماینده حذف شده، حاجی عاشق الله نماینده برنده، سمنگان محمد طاهر زهیر نماینده حذف شده، احمد خان سمنگانی نماینده برنده، فاریاب محمد شاکر کارگر نماینده حذف شده، گل محمد پهلوان نماینده برنده، هرات محمد رفیق شهیر نماینده حذف شده، نثار احمد غوریانی نماینده برنده، هرات سیمین بارکزی نماینده حذف شده، رحیمه جامی نماینده برنده، هلمند مسعود خان نورزی نماینده حذف شده، معلم میرولی نماینده برنده، زابل عبدالحبیب اندیوال نماینده حذف شده، حمیدالله توخی نماینده برنده. با این حال فضل احمد معنوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات تاکید میکند پس از این هیچ نهادی نمیتواند در فیصله نهایی این کمیسیون تغییرات به وجود آورد. آقای معنوی میگوید که فشار از سوی برخی حلقات و نهادهای دولتی بالای کمیسیون مستقل انتخابات وجود داشته، اما این فشارها هیچ تأثیری در فیصله نهایی آنان نداشته است. هیچ نهاد دیگری نمیتواند که این روند دوباره آغاز بکنه یا مورد بازنگری قرار بده. این فیصله در حالی صورت میگیرد که شمار زیادی از کاندیدان معترض این فیصله کمیسیون را نپذیرفته. تا زمانی که تمام اعضای پیروز اعلام شده از سوی محکمه ویژه به بوریسی جرگه راه نیابند، آنان به مبارزات خود ادامه خواهند داد.
با این حال اعضای ائتلاف پارلمانی حمایت از قانون نتایج اعلام شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات را خلاف قانون دانسته میگویند این نتایج بر اساس مصلحت‌های سیاسی صورت گرفته و این فیصله را نمیپذیرند. از سوی دیگر نامزدان معترض نیز تاکید میکنند تا زمانی که تمامی نمایندگان پیروز اعلام شده یا محکمه ویژه با پلیسی جرگر راه نیابند، این فیصله قابل پذیرش نخواهد بود. پس از اعلام نتایج نهایی کمیسیون مستقل انتخابات، ائتلاف پارلمانی حمایت از قانون و شمار دیگری از اعضای پلیسی جرگر این کمیسیون را متهم به قانون شکنی نموده میگویند. سرانجام کمیسیون مستقل انتخابات تسلیم مصلحت های سیاسی شد. آنان تاکید میکنند به هیچ وجه اجازه نخواهند داد تا نماینده ای را از مجلس بیرون نمایند. د انتخابات و مستقل کمیسون د قانون څخه خلاف قانون د خپلاند پیمال کړو او یو غیر قانونی فیصله وکړله چې دا به هیڅ کله افغانانو ته او ولس ته او همداراس د ولس استازو ته د منلو وړ نوی او قابل قبول نه ده. از موږ ولس نن پزې ته رارسېدلی دی. ولس به موږ په دې باندې مجبوره کوو چې د ارګ په شاوخوا کې خیمې ورته په رئیس جمهور باندې غږ وکړو او ستاسو د میډیا د لارې مې نن په رئیس جمهور باندې اخري دا غږ مې دی په رئیس جمهور باندې چې په ملي خیانت باندې تورنې غواړي چې دوه قوې دې تر کنټرول لاندې دي درېیمه قوه تر کنټرول لاندې راولې. فیصله یې راکړه امروز کمیسیون مستقل انتخابات بار دیگر صادر کرده است، مطلقا خلاف قانون هست. این فیصله بر اساس فشار، اصرار، بر اساس تبانی، توطئه و معامله صورت گرفته است. از سوی دیگر شماری از نامزدان معترض و افرادی که از سوی محکمه ویژه انتخابات برنده اعلام شده هشدار میدهند تا زمانی که 62 تن از کاندیدان پیروز اعلام شده از سوی محکمه اختصاصی به ولسی جرگه را نیابند، فیصله کمیسیون قابل پذیرش نبوده و به اعتراضات گسترده دست خواهند زد. چې دوش پته نه پر بده مجبور مکلف دی اعلان وی او د رئیس جمهور هغه فرمان هغه کې داسې نه دی ویل شوی چې د کمیسیون انتخابات او صلاحیت چې په دې کې مندسی و کې دا کم کې زیات کې داسې نه دی ویل شوی. هغه کې واضح ویل شوی چې د استناب او اختصاصي د محکمې تطبیق کې دوی هغه و کې ما فکر نمی کنیم که همین 9 نفر که اونا به پارلمان معرفی کردن جایی را بگیره و یا بحران را خاتمه بده و یا نتیجه را بده. ما فکر میکنیم که احتجاج و کنش شدیدتر خواهد شد و مسئله به جایی رسید که کشور دامنگیر یک بحران جدیدی خواهد شد. یک قدم و پاشایی فیصله نوری دولت نباشه، همیتی که قبلا هم میگفتم که بسیار مشکل است و تغییر نمیاید. تغییر دیدیم که آمد، انشاءالله که تغییرات بعدی هم به پارلمان بیاید که تمام برادرهایی که محکمه این در حالی است که پیش از این اعضای ولسی جرگه هشدار داده بودند در صورت اخراج حتی یک عضو این مجلس دست به اعتراضات گسترده زده و رئیس جمهور کرزی را مجبور به استعفا خواهند کرد. همزمان با حمله بر مرکز فرهنگی بریتانیا در کابل از دو حمله بزرگ انتحاری در این روز که مخالفان قصد بر هم زدن مراسم 92مین جشن سالروز استقلال کشور و حمله بر حوزه دوم امنیتی را داشتند جلوگیری شد. لطف‌الله مشعل سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی میگوید برنامه‌های منظم و قوی برای مختل ساختن مراسم جشن پلان‌گذاری شده بود که از سوی نیروهای امنیتی کشف و خونسا شد. پس از انجام حمله انتحاری بر مرکز فرهنگی بریتانیا که در آن بیش از 30 تن کشته و زخمی شدند، لطف‌الله مشعل سخنگوی ریاست امنیت ملی میگوید در روز 28 اسد 3 حمله انتحاری در شهر کابل از سوی مخالفان طرح‌ریزی شده بود که دو تن آن حمله بر حوزه دوم امنیتی کابل و مراسم جشن استقلال کشور که در آن رئیس جمهور کرزی و سایر مقام‌های دولتی اشتراک داشتند جلوگیری شد. آقای مشعل می‌افزاید به منظور مختل ساختن جشن 28 اسد پلان‌های منظم و قوی طرح‌ریزی شده بود که از سوی نیروهای امنیتی کشف و خونسا شد. سه حمله هماهنگ بزرگ را در روز استرداد استقلال کشور یا 28 اسد هماهنگ ساخته بودند و پلان داشتند که بدبختانه یک حملهش موفق شد بالای بریتیش کانسل یا شورای فرهنگی و یا دفتر تعلیمی فرهنگی و کلتوری کشور دوست ما انگلستان.
یک حمله بزرگ دیگر که اینا پلان داشتن جلوگیری از یک حمله تهاجمی مسلحانه و انتحاری بالای حوزه دوم امنیتی پلیس در شهر کابل بود. با این حال آقای مشعل از بازداشت اعضای چند گروه تروریستی در شهر کابل خبر داده میگوید در 3 هفته گذشته تلفات ملکی افزایش یافته و طالبان توان جنگ رویارویی را از دست داده و دست به حملات انتحاری میزنند که در اثر آن بیشتر افراد ملکی کشته میشوند. آقای مشعل همچنان از تلاش های طالبان برای ناام ساختن ولایت هایی که مسئولیت های امنیتی آنان به نیروهای افغان سپرده شدند نیز خبر میدهد. جنگ ما بالاخره به چی رسیده؟ به انتحاری. طالب شکست خورده، القاعده شکست خورده، حضور فیزیکی داشته نمیتونه، بالای کاروان نیروهای امنیتی نمیتونه حمله بکنه، یگانه چیزی که برش مانده انتحاری است. در حالی که نگرانی از رهایی دهشت افغانان از سوی نهادهای عدلی و قضایی وجود دارد، سخنگوی ریاست امنیت ملی تاکید میکند که باید برای مجازات ترورستان یک دادگاه ویژه ایجاد شود تا آنان به سزای اعمال خود برسند. طالبان مسلح در حملات انتحاری در ولایت قندهار از کودکان استفاده می کنند. توریالای ویسا والی قندهار با ابراز این مطلب می گوید در این اواخر بیشترین کودکان در این ولایت که از سوی مخالفان برای انجام حملات انتحاری آماده شده بودند از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. توریالای ویسا والی قندهار می گوید شورشیان در این ولایت توان مبارزه با نیروهای امنیتی را نداشته و از کودکان در حملات انتحاری استفاده می کنند. آقای ویسا می افزاید شماره از خانواده ها در کشور کودکان خود را برای آموزش های دینی و کشورهای همسایه می فرستند، اما آنان به صفوف شورشیان جذب می شوند. با گفته والی قندهار در 3 روز گذشته در ولسوالی های ارغنداب و اسپین بولدک 4 کودک که میخواستن حملات انتحاری انجام دهند بازداشت شدند. با دی اواخیر که در وطن و در هیواد و در اسلام در افغانستان دشمنان یو بل استراتیجی و تخنیک پکار اچولی دی، اگه دا چه دیر بیگناه دیر معصوم لسو کالو دی اولسو کالو پا شاوخواه که کچنان یا اختطافوی یا تهدیدوی یا خطاباسی و غویت دا انفجاری یا انتحاری واسکتونه ور آغوندی و آغا دا مختلف وظایف دا پار گماری. افزایش اختطاف کودکان در ولایت قندهار و حملات انتحاری در کشور باشندگان قندهار را سخت نگران ساخته است. آنان از دولت می خواهند تا در این زمینه اقدامات جدی را روی دست گیرند. انورالحق احدی وزیر تجارت می گوید بر اساس تعهد دولت روسیه قرار است سالانه 500,000 تن تیل از این کشور به افغانستان وارد شود. آقای احدی می گوید روسیه با امضای قرارداد دراز مدت خود با حکومت افغانستان در بخش واردات تیل همکاری های خود را در بخش مواد نفتی و انرژی گسترش می دهد. افغانستان و روسیه موافقتنامه ای را به امضا رساندند که بر اساس آن واردات تیل مورد نیاز کشور از روسیه افزایش می یابد. انورالحق احادی وزیر تجارت و صنایع می گوید با مقام های روسی به توافق رسیدند تا سالانه نزدیک به 500,000 تن تیل از این کشور به افغانستان وارد شود. قیمت بین المللی به نام پلتس ایتالیا ما اون را معیار می گیریم. اونا از 5 تا 7 دلار برای ما تخفیف میتن نسبت به قیمت بین المللی. جمع قیمت ترانسپورت، مصرف ترانسپورت، اینی همون فرمول قیمت است. در قسمت مصارف ترانسپورت اونا این را به طرف افغان اختیار دادن. با این حال آقای احادی از امضای قرارداد دراز مدت افغانستان و روسیه و سکتور خصوصی برای واردات تیل خبر داده می گوید روسیه تمایل نشان داده که در بخش تقویت انرژی با افغانستان همکاری کند. وی که باز تاسیسات تولید برق که سابق از طرف روسا ساخته شده بود و پس ترمیم شوه، خب ما سر نقلو امیالم کار میکنیم، سر درونتام به خالم کار سرش فکر است که اوجام کار شروع شوه و اگر اینا خواسته باشن کدام پروژه دیگه تولید برق پیشنهاد کنن طبعا ما خوش هستیم. این قرارداد در حال صورت میگیرد که پیش از این حکومت ایران تانکرهای تیل افغانستان را مسدود نموده و دولت مجبور شد تا قراردادهای خود برای وارد نمودن تیل مورد نیاز با سایر کشورها به ویژه روسیه به امضا برساند.
بیماری اسهال در ولایت خوست افزایش یافته. شماره از باشندگان این ولایت از گسترش این بیماری ابراز نگرانی نموده میگویند بیشتر افراد دوردست این ولایت به این بیماری مبتلا شدند. به شمول زنان و کودکان برخی باشندگان شهر و مناطق دورافتاده ولایت خوست که به بیماری مانند کلرا مبتلا شدند میگویند در نتیجه این بیماری تا کنون بیش از 4 تن کشته شدند. آنان از گسترش این بیماری ابراز نگرانی نموده میگویند در صورتی که تدابیر لازم برای جلوگیری این بیماری اتخاذ نشود احتمال دارد که صدها تن را به کام مرگ فرو نشاند. زګی چې دې مخه ونه نیول شي کنه د نور از یو دي بل هر کله شي جوړونه شي دا یو ګلاجه مقدس لري بولې ولا کې دې شي وساله چې دوی له کوم ویګ به دې نه نورې دلا دی ورته کوم اوس وکړه شي دا چې وساله کې پنځه خوي با این حال هدایت الله رئیس ساعت عامه ولایت خوست میگوید تا کنون 150 بیماری در این ولایت ثبت شده و تلاش ها برای جلوگیری آنان ادامه دارد. خوست ولایت که سمی حالات ورسلای استفراغات چه کلراتا ورطا مشکل که تیخی خوست ولایت که تقریبا ده ولسوالای و ده فلمیکو چخا ملکی رفتن تا کن پیخی رغلی تقریبا در دی محالا پوری ملک یو سلو پینجه سلویست مریضان بستر کردی. این در حال است که پیش از این وزارت صحت عامه دلیل افزایش این بیماری را در کشور آب آشامیدنی غیر صحی و به احتیاطی شهروندان در رعایت بهداشت فردی خوانده تاکید کرده بودند که باید در رعایت این موارد بیشتر توجه شود. نخستین نشست دو جانبه افغانستان و امارات متحده عربی در ماه آینده در امارات متحده عربی برگزار خواهد شد. جانان موسازه سخنگوی وزارت خارجه میگوید این نشست که به منظور گسترش روابط میان دو کشور و تقویت همکاری های دو جانبه برگزار میگردد در آن زلمه رسول وزیر خارجه و برخی مقامات دیگر کشور اشتراک خواهند کرد. پراتلونکو چوب رزو که عربی متحده امارات تا ده بحرین شهر و وزیر که مشره بندی د یو افغانی حیات سفر ده چې هلته به د افغانستان او د عربي متحده اماراتو ترمنځ د ګډ کمیسون لومړۍ غونډه ترسره کوي. په دې حیات کې به د بېلابېلو وزارتونو نه غړي موجود وي او دا هغه کمیسون ده چې په 2001 کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د هغه موافقه ترسره شوې وه او په راتلونکو څو ورځو کې به انشاءالله چې لومړۍ عملي غونډه ترسره کړي. بزرگترین چهارراهی و منار بازسازی در ولایت پکتیکا که از سوی شرکت تجارتی رحیم گردیزی ساخته شده از سوی والی این ولایت افتتاح شد. این چهارراهی که به نام چهارراهی شرکت تجارتی رحیم گردیزی مسما گردیده با هزینه 150,000 دلار از سوی این شرکت اعمار شده است. خبرهای خارج از کشور را لحظات بعد پی می‌گیریم. این هم خبرهای خارج از کشور. مخالفان مسلح حکومت لیبیا پس از تصرف کامل شهرهای استراتژیک زاویه و زیلتن از راه اندازی عملیات بر ترابلس پایتخت این کشور خبر می دهند. همزمان با این تصمیم معمر قذافی رهبر لیبی اعلام کرده که هنوز هم از پیروزی مخالفانش مطمئن است. از سوی دیگر معاون وزیر خارجه آمریکا وارد بنغازی ها شده است. بعد این بالی چندین ساعت درگیری و تیراندازی در ترابلس، پایتخت لیبی معمر قذافی رهبر لیبی و پسرش تأکید کردند که همچنان از پیروزی بر مخالفانشان اطمینان دارند. بر اساس گزارش ها، همزمان با نزدیکتر شدن مخالفان دولت لیبی به ترابلس، صدای انفجار و تیراندازی مداوم از بخش های این شهر شنیده می شود. یکی از مقام های شورای ملی انتقالی لیبی به خبرگزاری رویترز گفته است که طرفدارانشان در ترابلس از شرق، غرب و جنوب به سمت ترابلس حمله ور شدند.
او گفته است که آنها از قبل برای این عملیات در ترابلس برنامه ریزی کرده بودند. اما موسی ابراهیم سخنگوی دولت لیبی گفته است که نیروهای حکومتی برای حدود نیم ساعت با افراد مسلح درگیر شدند و ماجرا پایان یافته است. با این حال معمر قذافی در پیام صوتی که از تلویزیون دولتی لیبی پخش شده است گفته است که نیروهایش کسانی را که او خائنان میهن خواند از میان برداشتند. او شورای ملی انتقالی آن کشور را متهم کرد که به دنبال نابودی لیبی هستند. در عین حال گزارش هایی از تجمعات اعتراضی و تیراندازی در مناطق شمال و شرق ترابلس از جمله منطقه تاجورا نیز منتشر شده است. از سوی دیگر جفری فلتمن معاون وزیر خارجه ایالات متحده برای امور شرق روز شنبه وارد بنغازی شده است. بر اساس گزارش ها هدف از سفر فلتمن به بنغازی اطمینان دادن به مخالفان دولت لیبی برای سقوط رژیم قذافی است. جزئیات بیشتر این سفر تا کنون ارائه نشده است. پیش از این گزارش شده بود که مخالفان دولت لیبی کنترل شهر زیلیتان در 160 کیلومتری شرق ترابلس و شهر زابیه در 30 کیلومتری غرب ترابلس را در دست گرفتند. با گفته تحلیلگران در دست گرفتن کنترل شهر زاویه برای مخالفان قذافی اهمیت زیاد دارد، چون راهی را برای حمله نهایی به پایتخت هموار می سازد. صدها تن در مصر در اعتراض به کشته شدن 5 مامور پلیس مصری از سوی نیروهای اسرائیلی در قاهره در مقابل سفارت اسرائیل تجمع نموده و با دادن شعارهای ضد اسرائیلی بالای ساختمان سفارت حمله نمودند و بیرق اسرائیل را پایین کردند. دولت مصر در واکنش به کشته شدن 5 پلیس این کشور سفیرش را از تل‌آویو فرا خوانده. با این حال ایهود باراک وزیر دفاع اسرائیل از این حادثه ابراز تأسف نموده، دستور داده تا در این زمینه تحقیقات مشترک صورت گیرد. بر اساس گزارش ها از یمن در حدود 11 تن در 2 حمله انتحاری جداگانه در جنوب این کشور کشته شدند. مقامات محلی میگویند این حمله ها در مناطق دورافتاده شهر این کشور رخ داده. این منطقه محل درگیری قبایل محلی و نیروهای ارتش یمن با پیکارجویان اسلام گراست. در اثر سقوط یک فروند هواپیما در کانادا 12 تن کشته و 3 تن دیگر زخم برداشتند. مقام های پلیس کانادا میگویند هواپیمای نوع بوئینگ 737 پس از چاشت دیروز با 15 سرنشین آن در منطقه نوناوت این کشور سقوط کرده است و تا اکنون دلیل سقوط این هواپیما اعلام نشده. اکنون با پیشگویی وضعیت آب و هوا رویدادهای خبری این ساعت نیز به پایان می رسد. ادامه شبتان خوش.